این هفته بندر فضایی آمریکا، ماهوارهای فوق سریع آب و هوا و استفاده از واقعیت مجازی برای درک بهتر سرطان و بهبودش. پنجاه سال پس از اینکه نخستین انسان به ماه رفت، رقابت تازه‌ای شکل گرفته. با این تفاوت که این روزها رقابت برای فرستادن فضاپیما و انسان به فضا محدود به کشورها نیست. شرکت‌های خصوصی هم وارد این عرصه شدن، یا شاید بهتر بگم پیشتاز این عرصه. مثلا اسپیس اکس ایلان ماسک برای ایستگاه بین‌المللی فضایی بار میبره و یکی از چند شرکتی که روی گردشگری فضایی سرمایه‌گذاری کردن. هدفشون اینه که انسان‌های غیر فضانورد رو هم به فضا بفرستن. یوساکو مائزاوا میلیاردر ژاپنی با اسپیس اکس قرارداد بسته که بفرستنش دور ماه. یکی دیگه از کسانی که دنبال گردشگری فضایی جف بزوس، رئیس آمازون و ثروتمندترین آدم دنیا. شرکت بلو اوریجین که به همین منظور تأسیس کرده، قراره تا آخر سال 2019 اولین گروه مسافرها رو به فضا ببره. برنامه بلو اوریجین اینه که تا سال 2024 به ما هم مسافر کشی کنه. و شرکتی که در گردشگری فضایی پیشتازه ویرجین گلکتیکه. همکار ما مارک چزلک مجوز اختصاصی داشته برای بازدید از مقر جدید این شرکت. ساعت 7 صبح دارم میرم وسط بیابونای ایالت نیومکزیکو، حدوداً 30 کیلومتر بعد از یه جایی که اسمش هست یا حقیقت یا مجازات. دلیل اینکه اینقدر زود راه افتادیم اینه که استثناءاً به همون مجوز دادن از توی این مجموعه گزارش تهیه کنیم. خودشون بهش میگن اولین فرودگاه فضایی تجاری دنیا. خیلی ممنون. در حال حاضر فقط روزها آدم میبرن فضا و بابت هر نفر 80 میلیون دلار از ناسا میگیرن. اسپیسپورت آمریکا خونه جدید ویرجین گالاکتیکه، شرکتی که ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی تأسیس کرده و سفرهای 1.5 ساعت به فضا ترتیب میده. طراحی اسپیسپورت کار شرکت بریتانیایی فاسترمن پارتنرز. قرار نهایتاً 5 سفینه و 2 هواپیمای باری اینجا آشیانه کنند. مسافرهای فضایی باید قبل از پرتاب یه دوره آموزشی 3 روزه بگذرونند. مرکز کنترل عملیات هم همینجاست. همه پروازا رو از همینجا رصد میکنند و اولین باره که دوربین تلویزیونی توی این اتاق میاد. ویرجین گالاکتیک کل عملیاتش رو از موهاوه در کالیفرنیا منتقل کرده به نیومکزیکو. سفینه مادر معروف به شوالیه سفید 2 هم منتقل شده اینجا و پروازهای آزمایشی داره. ولی سفینه اصلی که بهش میگن سفینه 2 قراره بعداً بیاد. شوالیه سفید 2 واقعاً داره برای یک پرواز واقعی تمرین میکنه. قراره بره تا ارتفاعی که معمولاً سفینه رو رها میکنند. بعد اونجا 1-2 تا حرکت انجام بده و برگرده روی همین باند بشینه. خلبان ارشد ویرجین گالاکتیک دیو مکی اسکاتلندیه. من رو برد یکم روی باند 3 کیلومتری قدم زدیم. من همه عمرم میخواستم فضانورد بشم. دوست داشتم برم فضا. دیو اوایل امسال یه پرواز موفق داشت و حالا میتونه مسافر ببره فضا. ممنونم، به لطف شما. خلبانی سفینه چجوریه؟ خیلی خوبه. موقع پرتاب درست زیر شوالیه سفید 2 میشینیم. لحظه‌ای که سفینه رها میشه مثل اون لحظه‌ای که از بالای رولر کوستر سرازیر میشی پایین. موتور راکت هنوز روشن نشده. یه چند ثانیه‌ای سکوته. بعد موتور رو روشن می‌کنی. و بلافاصله شتاب می‌گیری. ظرف چند ثانیه دیوار صوتی رو میشکنی. اول آسمون آبیه، بعد میشه آبی خیلی تیره، بعد سیاه. احساس می‌کنی چند ثانیه بیشتر نبوده. موتور که خاموش میشه احساس بی‌وزنی کامل می‌کنی. اینجا مسافرها میتونن کمربندهاشون رو باز کنن. مرحله شتاب گرفتن که تموم میشه دیگه هیچ نیرویی به بدنت وارد نمیشه. هیچ حرکتی نیست، هیچ صدایی نیست. از اینجا به بعد دیگه تو همون حالت بیوزنی مثل گلایدر تو فضا شناور میشی. 1 رو 20 دقیقه در این حالت میچرخیم و برمیگردیم توی اسپیس پورت فرود میریم. اونقدر با چیزی که تصور میکردم فرق داشت که ناخودآگاه گفتم این واقعی نیست. خیلی عجیب بود. اون انحنای زمین وقتی از اون زاویه میبینیش تازه میفهمی چقدر عظیمه. از طرف دیگه سیاهی بیکران فضا رو نگاه میکنی و ناخودآگاه با خودت میگی تو اون سیاهی چه خبره؟ فکر کنم چیزی که خیلی از آدما بعد از چنین تجربه‌ای متوجه خواهند شد اینه که چقدر جو زمین نازکه و چقدر مهمه که درست ازش نگهداری کنیم. تا حالا 600 نفر برای تور فضایی ویرجین گالاکتیک ثبت نام کردند. هزینه‌اش برای هر نفر حدود 200,000 پونده. اما سوالی که پیش میاد اینه که با این همه دغدغه‌های محیط زیستی آیا درست آدم‌های پولدار محض تفریح برن فضا؟ اتفاقاً تأثیر محیط زیستی این سفینه، میزان دیوکسید کربنی که تولید میکنه به مراتب کمتر از اون چیزیه که به نظر میاد. اولاً که از زمین پرتابش نمیکنیم. ثانیاً خیلی کوچیکه و از فیبر کربنی ساخته شده. در نتیجه موتور راکتی که پشتشه اصلاً بزرگ نیست. روی هم مقدار دیوکسید کربنی که تولید میکنه به اندازه یه پرواز بیزنس کلاس از نیویورک به لندنه. ضمن اینکه آگاهی ما مدیون دانشیه که فضانوردها به خودشون آوردن. کسی که میره فضا وقتی برمیگرده یه آدم دیگه است. شکنندگی و آسیب پذیری زیست بوممون رو بهتر درک میکنه. بعضی دانشمندان معتقدن اینم از اون حرف است. مسخره است که باید حتما برن فضا زمین رو از بالا ببینن تا نسبت به جهانی که توش زندگی میکنیم احساس تعلق پیدا کنن و بخوان حفظش کنن. ولی از طرف دیگه ابعاد ماجرا رو هم باید در نظر گرفت. دیوکسید کربن که سفر فضایی تولید میکنه در مقایسه با دیوکسید کربنی که هواپیماها تولید میکنن هیچی نیست. البته مسیر ویرجین گالاکتیک بی مسئله و خطر هم نبوده. سال 2014 یکی از فضاپیماهاش حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. کمک خلبان کشته شد و خلبان به شدت زخمی شد. دیو مکی از آن داره که پروازهای آزمایشی وقت گیره. اگه شما برنامه‌های آزمایشی نظامی رو نگاه کنی، سطوح خطر مختلف دارن. ما می‌خوایم یه سیستم تجاری ایمن و مطمئن بسازیم. با کارهایی که بیش از این شده خیلی فرق داره. ولی باید باز هم پرواز آزمایشی داشته باشیم. با سرنشین بیشتر. چند تا پرواز دیگه انجام بدیم میشه گفت برای عملیات مسافربری آماده ایم. چیزی نمونده. البته از اونی که فکر میکردیم بیشتر طول کشیده. ولی الان که به گذشته نگاه میکنیم به نظرم اصلا عجیب نیست که اینقدر طول کشیده. روی کاغذ گردشگری فضایی یه مقدار بی‌معنیه. ولی بخوایم نخوایم داریم به دوران تجاری شدن سفر فضایی نزدیک میشیم. بیشتر کارهایی که دولت‌ها در فضا میکردن از ایستگاه فضایی گرفته تا فرستادن کاوشگر به سیاره های دیگه از این به بعد به شرکت های خصوصی سپرده میشه. از این منظر میشه گفت که دانش فضانوردی هم از گردشگری فضایی منتفع میشه. بنابراین نباید تأثیر گردشگری فضایی رو صرفاً با معیار اقتصاد بسنجیم. باید ببینیم که چه تأثیری روی آدم‌هایی که با این سفینه ها میرن فضا میذاره. وقتی برمیگردن زمین چقدر متحول میشن؟ فکر می‌کنین ویرجین گالاکتیک کی مسافرهایی رو که پول دادن بفرسته فضا؟ تاریخی میتونیم بگین؟ زمانش مشخصه؟ با توجه به وضعیت کنونی پیش بینی می‌کنیم که سال آینده بتونیم عملیات تجاری رو شروع کنیم. رقابت شروع شده. در سالهای آینده فضا هم شلوغ میشه. البته برای اونایی که پولش رو دارن. این هفته دیوان عدالت اروپا طی حکمی به دادگاه‌های این اتحادیه امکان داده بتونن از فیسبوک بخوان تا نظرات کاربرانی رو که غیر قانونی تشخیص میدند حذف کنند. اتحادیه اروپا همچنین قوانین حق تعمیر جدیدی رو به تصویب رسونده. از سال 2021 ماشین‌های لباسشویی، ماشین‌های ظرفشویی و یخچال‌ها باید طوری ساخته بشن که ماندگاری بیشتری داشته باشند. سازندگان همچنین باید تا 10 سال قطعات یدکی این دستگاه‌ها رو تامین کنند. ایلان ماسک از استارشیپ رونمایی کرد. شاتلی برای حمل فضانوردان و محموله به ماه، مریخ و نقاط دورتر. پیش بینی میشه که شاتل اسپیس اکس اولین پرواز آزمایشی خودش رو در اواخر سال جاری میلادی انجام بده. و گوپرو از دستگاه جدیدی رونمایی کرد که به ویلاگرها اجازه میده تا یک نمایشگر جداگانه تاشو، نور و میکروفون رو به خودشون وصل کنن. این شرکت امیدواره که هیرو 8 بلک موفقیت بیشتری از مدل قبلی یعنی هیرو 7 به دست بیاره. بیماران مبتلا به آرتروز به لطف طرح آزمایشی بیمارستان‌های مادرید اولین دستکش هوشمند جهان رو برای معالجه در خونه آزمایش می‌کنند. پزشکان میتونن در حالی که بیمار در خونه استراحت میکنه این دستکش رو برای گرم شدن، ارتعاش یا فیزیوتراپی برنامه‌ریزی کنند. شرکت سازنده این دستکش میگه با این روش درمان بیماران ارزانتر و آسانتر خواهد بود. و در پایان یک دستیار ربات پس از سپری کردن یک دوره آزمایشی یک ماهه در 4 مرکز پزشکی آمریکا توی یکی از بیمارستان‌های تگزاس به پرستاران کمک میکنه. ماکسی ساخت دیلیجنت رباتیکس از هوش مصنوعی برای تشخیص محیط اطراف خودش و از دوربین، حسگرهای لیدار و گیره برای گرفتن اشیا استفاده میکنه. در بریتانیا از هر 2 نفر یکی در مقطعی از زندگی سرطان میگیره. آمار وحشتناکیه. ولی تا آدم خودش یا یکی از نزدیکانش چنین تجربه‌ای نداشته باشه نمیتونه بفهمه چی به آدم و اطرافیانش میگذره. طبعا تجربه آدم‌های مختلف با هم فرق داره. یه زن فیلمساز یه برنامه وی‌آر ساخته که تجربه خودش رو به تصویر بکشه. اتاق انتظار اثر ویکتوریا مپلبرک فیلمساز برنده جایزه بفتاست. اثرش در واقع ترکیب واقعیت مجازی با تصویرهای مستندی که با موبایلش گرفته. هدفش این بوده که تماشاچی رو تمام و کمال در سیر دست و پنجه نرم کردن با سرطان قرار بده. از زمان تشخیص گرفته تا دوران درمان و در این مورد خاص نقاهت. میخواستم بخشایی از درمان سرطان رو که کسی نمیبینه به تصویر بکشم. ریزش مو، حالت تهوع، وحشت و نگرانی خانواده. صحنه‌های آخرین جلسه پرتو درمانی ویکتوریا رو با تصاویر کامپیوتری از درون بدنش ترکیب کردن، از سلول‌های سرطانی و چیزهایی که در سیتی اسکن و ماموگرام و اولتراساند دیده شده. آدم که میره توی این تجربه اولش واقعاً احساس میکنه بیماره. بعد پایین رو نگاه میکنی میبینی نه تو بیمار نیستی. ناظر خارجی. چی شد که تصمیم گرفتی اثرت از دید یه ناظر خارجی باشه نه همون آدمی که داره تجربه میکنه؟ وقتی پروژه رو شروع کردیم خیلی فکر کردیم که باید تجربه از دید بیمار باشه یا نه. راستش خیلی راحت نبودم از دید بیمار باشه. ترجیح دادم از دید ناظر بیرونی باشه. با این حال تجربه خیلی نزدیکیه. یعنی احساس میکنی درست کنار من ایستادی و داری من رو نگاه میکنی. به نظرت حسنه ای که این تجربه رو با واقعیت مجازی منتقل کنی چیه؟ خب توی فیلم عادی وقتی شما میری سینما در واقع داری شخصیت فیلم رو تماشا میکنی. دنبال میکنی ببینی داستان چی میشه. ضرورتاً به موقعیت خودت در اون داستان فکر نمیکنی. ولی توی واقعیت مجازی این سوال برات پیش میاد که من کیم؟ اینجا چیکار میکنم؟ تصویرها رو با یه دوربین گوپرو که روی سرش نصب کرده بوده گرفته. اول میخواستن یه عناصر اینتراکتیو هم بهش اضافه کنن. مثلا کاربر صدای ضربان قلب یا نفس کشیدن خودش رو بشنوه. ولی بعد به این نتیجه رسیدن که بدتر حواس آدم رو پرت میکنه. به نظر منم تصمیمشون درست بوده. Midway through chemo, I ask my oncologist if they still have my tumor samples. صدا گذاری کار خیلی مهمه. افکت های خیلی ظریف معانی خیلی بزرگ رو منتقل میکنه. Oh, hi, yeah, it's just that. If you would like that. We have the actual sound of the scene with the nurses. صدای واقعی محیط رو داشتیم، یعنی صدای پرستارها و بقیه آدم‌هایی که اطراف ویکتوریا بودن. بعد یه چیزی شبیه قطب نمای اصوات درست کردیم بر مبنای روابط افراد، یعنی اینجوری که پسرش در مرکز زندگیشه. پدر درست پشت سر مادر سمت راسته، ولی طرف مخالف. برادرها هم چپ و راستشن. We feel you have و پزشک معالج هم عملاً کمی بالاتر از پسره، برای اینکه اون هم وسط ماجرا و به نوعی در مرکز زندگی ویکتوریا. عجب چیزی بود، داستانگوی محشر. ولی یه چیزی که به نظرم خیلی خیلی برجسته اومد اون حس تنهایی بود، حس انزوای آدمی که سرطان داره. وقتی درمان رو شروع میکنی و انگار زندگیت وارد یک فضای دیگه میشه. صدای دوستان و خانواده و پزشک و بقیه رو میشنوی، ولی از درون کاملا احساس تنهایی میکنی. ویکتوریا احساس میکرد به اندازه کافی به موضوع سرطان از نگاه بیمار پرداخته نشده. بعد از ساخت اتاق انتظار امیدوار بتونه کمک مالی جمع کنه و اثرش رو به بیمارستان‌ها و مراکز سرطان ببره که بقیه هم در این تجربه سهیم شن. و حالا وقتش بریم سراغ علیرضا باصفی تا ببینیم استاد مسلم گیم در کلیک این بار چی برامون داره. اولین تغییر بزرگ توی این نسخه پوکمون شمشیر و سپر نسبت به نسخه های سلف خودش یه چیزه: محیط بازی. نسبت به نسخه های قبل جزئیات و رفلکشن های اجسام بهتر به چشم میان. این نسخه دوم از این بازیه که برای کنسول های خونگی و مشخصاً نینتندو سوئیچ عرضه شده. کلمه شمشیر و سپر توانایی هایی هستش که بعضی از پوکمون های خفن یا به قولی لژندری دارن. تقریبا 6 تاشون شمشیر، 6 تاشون سپر. 20 تا پوکمون جدید رو هم از سری 8 خدمتشون شرفیاب میشیم. کلی پوکمون جدید آوردن که الان ما دسترسی داریم. هنوز اطلاعات زیادی در مورد اینکه چقدر قدرت دارن، اتکاشون چقدر هستش وجود نداره. یه چیز دیگه ای که الان می‌بینم توی بازی اضافه شده یه سری پازل و معما هستش، یعنی به جای اینکه توی یه مسیر عادی بتونی بری و با آدمای دیگه نبرد بکنی یا با کاراکترهای دیگه نبرد بکنی، باید این پازل‌ها رو هم حل بکنی که بتونی مسیر خودت رو باز بکنی برای رفتن به اونجا. اما از 800 جونور همون پوکمون که تا حالا معرفی شدن تعدادی توی این دنیا غایبن. یه چیز دیگه که اضافه کردن جزو اتک‌ها و حمله‌هایی هست که به کاراکترها دادن که کاراکتر خیلی بزرگ میشه و شروع میکنه حمله‌شو انجام دادن. یه روزی نسخه موبایل این بازی میلیونی طرفدار داشت، چون بازی اونا رو مجبور میکرد به راه رفتن، تشویق به با هم بودن و ماجراجویی. اما با اومدن به نینتندو این نقطه قوت ازش گرفته شده و الان میشه سر جات بشینی عین بازی‌های دیگه کاراکترتو کنترل کنی. اما سوال اینجاست وقتی این نقطه قوت ازش گرفتی آیا همچنان با یه پهلوونی طرفی که کلی خاطر خوا داره یا یه چیز پیزوری میشه که دماغشو بگیری جونش در میره؟ ماهواره‌ها همیشون بالان، تماشامون میکنند، به هم وصلمون میکنند و هدایتمون میکنند، ولی با هزینه سنگین. ساخت ماهواره خیلی خرج داره، فرستادنش به مدار زمین بسیار بیشتر. این حرف تا سال 1999 درست بود، تا زمانی که دو تا مهندس مبتکر کیوبسات رو درست کردن. کیوبسات یه جور ماهواره ارزون قیمت کوچیکی که رو فضای اطراف موشک یا راکت قرار میگیره و لازم نیست مثل ماهواره‌های دیگه فضا پرتابش کنند. با موشکی که داره میره بالا میفرستنش. این ابداع باعث شد کسانی که پیش از اون خواب ماهواره پرتاب کردن رو هم نمیدیدند صاحب ماهواره بشن، مثلا شرکت‌های کوچیک، پژوهشگرها و حتی دانشجوها. در واقع قابلیت‌های اضافی ماهواره رو حذف کردیم که دیگه فقط کارهای ساده انجام بده. بعد اون قابلیت‌های ضروری رو استاندارد کردیم و در ابعاد کوچیک جا دادیم. این کار دو نتیجه داشت. اول اینکه ارزون شد و نصبش روی راکت آسون شد و دوم اینکه خیلی‌ها شروع کردن همون رو تولید کردن. در نتیجه استاندارد ما همه‌گیر شد. قبلا هر دانشگاهی می‌خواست فضاپیمای خودش رو بفرسته فضا. این صنعت الان صدها میلیون دلار می‌ارزه. توی همین برنامه هم در سالهای پیش کاربردهای مختلف کیوبسات رو نشون دادیم، از رصد اقیانوس و زمین گرفته تا اجرای آتشبازی المپیک 2020 توکیو. و حالا به مناسبت 20 سالگی این اختراع مهم، پیتر گیبس هواشناس رو فرستادیم تا از آخرین نمونه کیوبسات دیداری داشته باشه. ریور کلاید در گلاسکو روزگار یکی از قطب‌های کشتی‌سازی دنیا بود. سالها از اون روزگار میگذره. این روزا اینجا یه جور کشتی دیگه میسازن، کشتی فضایی. بالای همین خیابون دارن یه ماهواره هواشناسی جدید میسازن که انقلابی در این عرصه ایجاد میکنه. اومده من نزدیک ببینمش. کلاید سپیس یکی از شرکتاییه که در دو دهه گذشته روی هم نزدیک 2000 کیوبسات ساختن و به فضا فرستادن. شخصا به عنوان هواشناس و علاقمند به فضا ذوق دارم فناوری جدید که میتونه پیشبینی وضع هوا رو بهتر کنه رو ببینم، ولی برای اینکه بذارن حتی به کیوبسات نزدیک شم باید خودم رو به این ریخته مضحک در بیارم. این یه واحد اولیه کیوبه، 10 سانتی متر در 10 سانتی متر، پر از قطعات الکترونیک. سلولای خورشیدیش هم کنارش معلومه. اگه بزرگتر از این احتیاج داشته باشید چند تا از اینا رو به هم میچسبونید تا اندازه دلخواهتون بشه. اختراع محشریه. یکی از هوشمندانه ترین خواص ماهواره کیوبسات قابلیت انطباقشه. یعنی یه شاسی استاندارد داریم به تعداد سلول خورشیدی و واحدهای الکترونیک. همه اینها از پیش آماده است و میره توی ماهواره. بعد مشتری بسته به نیازش چیزای دیگه هم میتونه بهش اضافه کنه. دقیقاً از همین سیستما میتونین ببینین. اندازه همشون یکیه. میشه روی هم چیدشون. میشن یه چیزی که بهش میگیم چیدمان آویونیک. و داخل خود این ساختار که ساختار مرسومی هم هست، یه سیستم دیگه است که بهش میگیم 6 واحدی. اگه داخلش رو نگاه کنین میبینین که چیدمان آویونیک مقدار محدودی جا میگیره و فضای زیادی باقی میمونه که میشه توش هر چیزی که برای ارائه خدمات و محصولات داده محور لازمه اضافه کرد. شرکت آمریکایی اوربیتال مایکروسیستمز مدتی با کلاید اسپیس همکاری میکنه که یه ماهواره هواشناسی آزمایشی به فضا بفرسته با یه چیزی به اسم مایکروویو رادیومتر یا پرتوسنج ریزموج. این نوع پرتوسنج‌ها معمولاً اندازه یه میزه و بسیار گرونه، ولی OMS یه نمونه کوچیک و به مراتب ارزونترش رو ساخته. میخوان با کمک 40 تا کیوبسات هوا رو یک بار پیش بینی کنند و به مشتری‌ها بفروشند. در حال حاضر ماهواره‌های بزرگتر دولتی هر 3 ساعت یک بار پیش بینی می‌کنند. اطلاعات اضافی برای رصد کردن و پیش بینی سیستم‌های جوی متغیر مثل رعد و برق و گردباد به درد می‌خوره. مثلا در مواردی مثل گردباد ویرانگر دوریان. ما خودمون رو مکمل ماهواره‌های دولتی می‌دونیم. جای خوشحالی داره که هنوز از این ماهواره‌ها استفاده میشه. کارشون خیلی خوبه. ما هم میتونیم خودمون رو با اونها تنظیم کنیم. ولی یک مشاهده دیگه هم هست که نیاز به پرواز نداره. ما جای این بین هستیم. خلأ موجود رو پر میکنیم که مشاهده دقیق‌تر و مطمئن‌تر بشه. کیوبسات باعث میشه شرکت‌های خصوصی مثل OMS بتونن تجهیزاتی به فضا بفرستن که بسیار مفید و مؤثر باشه. ولی برای اینکه همه از این پیشبینی هوا سود ببرن، داده‌ها باید به اشتراک گذاشته بشه. بعضی محقق‌ها در مرکز پیشبینی آب و هوای میان مدت اروپا در ردینگ نگرانی‌هایی در این رابطه دارند. مسئله‌ای که ما با همکاری با صاحبان کیوبسات داریم اینه که آیا میشه باهاشون یک کار مشترک صادقانه و گفتگوی باز و مشتاقانه داشت یا نه؟ اگه بشه اون وقت این ماهواره‌ها و این ابزار مؤثر خواهند بود. در واقع این سوالی است که اونها باید پاسخ بدن که آیا حاضرن در محیط باز و اشتراکی کار کنن، چون ما شیوهی جز این برای کار کردن بلد نیستیم. فناوری کیوبسات ممکنه تاثیرات حقیقتاً مثبتی در توانایی رصد و پیشبینی آب و هوا داشته باشه، ولی قابلیت‌های این فناوری خیلی گسترده‌تر از این هاست. از کمک به اکتشاف مریخ گرفته تا تشخیص زلزله و حتی ردگیری قطع غیرقانونی درختان در کنیا. حتی من هواشناس هم نمیتونم پیش بینی کنم فناوری کیوبسات در 20 سال آینده چه دستاوردهایی خواهد داشت. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های پیشین ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.